جایی نمیتونین از آنچه بر خدیجه سلام الله علیها از صفات و فضائل مناقب و شرایطی که داشته برای کسی پیدا کن. مسلمان ها با پول کی رفتن حبشه؟ خدیجه سلام الله علیها. کی کشتی خریده بر در حبشه؟ کی زمین خرید براشون؟ مغازه و منزل با جعفر ابن ابی طالب سلام الله. کشتی هم مثل الان نبود، چند ماه تو را بودن، آذوقه اینها رسیدن به حبشه، زندگیشون ازدواج کردن، چند تاشون عیال نداشتن، مهریهشون خدیجه داده در حجاز سلام الله علیها. رأس المالشون رو برای اینکه تجارتی بکنن اموال خدیجه سلام الله علیها. ما قام ولا استقام الدین الا بسیف علی و مال خدیجه سلام الله علیها. یا اون روایت میفرد ما نفعنی مالون، هیچ مالی به اندازه پیغمبر فرد مال خدیجه به من منفعت نرس. عجب با برکت. پدر علامه مجلسی علیه رحمت و رضوان مفرمد در هر کس در این عالم اقرار به توحید کنه، به نبوت کنه، به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام بکنه، در ثواب تمام اینها خدیجه شریک هست سلام الله. اسلام رو نامش کنار ذوالفقار امیر المؤمنین آمده سلام. اموالش یه جوان مسلمان میشد، پدر مادرش بیرونش میکرد از خونه، کی پناهش میداد؟ خدیجه سلام الله. جای مخصوص غذا و خوراکشون خدیجه سلام الله. به جای رسید یه خونه گلی، یه تکه حصیر، ابریق و آب، کوزه سفال. و یک بار، حالا ببینید، حضرت مفرمد نص عبارت یسکن و الیه ها، پیغمبر خدا اینقدر اذیتش میکردن در طائف، عبا دور گردنش بستن، گره زدن، دیگه داشت بیهوش میشد از بس زدن پیغمبر، و فرمود خدای اگر من کشته بشم لم تعبد ابدا، سر صورت خونی، خار مغیلان، خاکستر، مشیمه شتر، در عبارتی بعضی ها ترجمه میکنه شکم به شتر، نه نگاه کن مشیمه شتر، بی ادب. به سر مبارکش میومد منزل، مفرمد آرامشی میداد، با چنون مهربانی با پیغمبر برخورد میکرد، مفرمود یه حالت آرامش و سکونی به میداد دیدن خدیجه و آمدن پهلوی خدیجه سلام الله. یسکن و الیها، بیچه نصرت و معاونتیه، و اینه مثل خدیجه. اما خوب رسید به اواخر زندگی، هیچی نیست، بچه های دیگرم که همه از دنیا رفتند، حالا بحث انصابی مقدار مطالب کم و زیاد داره اختلافی، اما چه از یحیی، طاهر، قاسم، طیب، اینها پسران پیغمبر رفتن و عرض کردیم علامه مجلسی همه رو تأکید می‌فرماید، البدع، همه شرح شافی، خود شافی که این دخترها که در بقیع دفنن ربائب النبی، اینا ربیبه های پیغمبرن، بنات پیغمبر نیستن، اینا دختران حالن، خواهر خدیجه، اینم یک کرا عظمتی، شوهرش مرد، این خواهر و ستا بچه رو. ببینید چند صد کارگر بود، ببینید هر روز چقدر اطعام می فرمود، از گوهای ابو قبیس بالا نگاه می کردن همه می دونستن خانه خدیجه کجاست، چند تا روپوش تو حیاتها، صورت چند تا حیوانات روش بود، اینا سایه بود زیر سفره می داختن هر روز، این منزل خدیجه بود سلام الله علیها. سرکارگرها چقدر بودن،